خب بریم سراغ ویدیو سمساوری. ویدیو امشبشو ببینیم. بریم سراغ ویدیو سمساوری، خوشمزه ترین رستوران ایران. فقط من نمیدونم رستوران مگه قابل خوردنه که خوشمزه باشه؟ مثلا سریع ترین ماشین فروشی ایران چیکار میکنن توش؟ مثلا اینترو قبل اینکه واسم بیام بگیرم، بعد چه بچه من پارتنرم برام یه سری خوراکی دیگه هم جز غذا خریده. به 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 به، ببین چقدر برام خوراکی خریده. اوندون بارش ولی من فعلا آدامس. سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو زیبای دیگه. من اینترو رو می‌خواستم زور بگیرم. اینترو قبل اینکه واسم بیام بگیرم، بعد اونجا حرم امام رضا پای سرشه. یادم را این سلام علیکم خدمت شما بکنم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. یه سفر کوچیک با هم دیگه داریم به مشهد عزیز. الان تو مشهدی که امیدوارم از دیدن این ویدیو کلی لذت ببرید. همراه من باشید. یه هتل خیلی خوشگل قرار. هتل مدینه تو رضا همون هتل است که حیاتش به حیات حرم یکیه، راه داره یا نه؟ آجی سمسا بریم میره فرودگاه حتی ندیگی. اگه مثلا مشهد اینا رو هم تو پاسپورت میزدن احتمالا مامور گیت مثلا یه سکتر رو رد میکرد. مثلا مهر قبلی کربلاست، بعد تایلنده، بعد مشهده، احتمالا بعدی آنتالیاست، بعدی سوریه است. یه اینجوری سفرش. اینه این هتل رو اصلا میکنم سپاه ساخته، درسته؟ این من عکسش رو دیده بودم رو نمایش این دارم. ما رسیدیم هتل لابیش رو دیدید، اینجا راه روی هتل دقیقا پشت سر من هتل قرار داره. با من بیاید همراه من باشید بریم اتاق رو ببینیم. ما دو تا اتاق گرفتیم، یه اتاق من و مادرم، یه اتاق با علی پازانی باش تنها گرفتیم. ولی به اعتمادی دیگه ما چون پسری مادر تنها میذاریم این دوتایی با هم اشغال. قبلش هم که یه استوری گذاشته بودی و محمود کریمی توش میخونی تو ماشین و بریم اتاقمون رو ببینیم. اتاقمونه سمساوری. خیلی من یاد سهراب ام جی میندازه تو رپ. سم تو تویچ فا هتل خیلی هتل شیک و تمیزی. چراغ روشن شده. جفتشون هم اس اس ان، سهراب و سام. نکنه داداشن. من از قبل چون اومدم اینجا رو یاد بگیرم زودتر اومدم تو اول ببینم بعد به شما نشون بدم. هتل خیلی شیک و ترتمیزه. اجازه بدید من چراغا رو براتون اینجا تعبیکن روشن کنم. چراغ روشن باز ببینید. اسکول. ولی آقا ما عجب پیشبینی کردیم. کیا یادشونه؟ من گفتم سام رفته مشهد یا رفته اصلا چرا یادتونه یا نه؟ یوتیوب همه چی هست. شما تامنیل رو ببین، تایتل رو ببین. پارک آبی تایلند یا مشهد. نه بایستو نیبینه شما. اینجا رو ببین، پارک آبی تایلند یا مشهد. من همه چی رو میدونم. کیا ایرشونه؟ گفتم این مشهد، این تایلند نیست. همه حجاب دارن تو استخ. اینا همه کار خودشونه. من گفته بودم به تو باورن شدید. شان شو فرید. او چه آپشن ها؟ چراغ ها. او منو فارسی چه باحال. نایس. نور مخفی. او روشن شد. بگ حالت روشنایی چیه؟ مطالعه خواه. اوه مطالعه. چرا مطالعه اون بر روشن شد سنم. بعد بریم اونجا مطالعه کنی حالت خواب. بعد اگه مثلا چرا خواب بغل دستشویی روشن شه بعد اونجا بخوابی. راستای اینو کی اینجوری میخوابه؟ کی اینجوری میخوابه؟ اشتباه گذاشتید. آپشن ها رو اشتباه نوشتید. زبکلا. اتومات. توند. توند. اتومات. ای گرمش تو سرمایش. یخچال تو کباب قایم میکنید؟ آفرین. به جون مادرم رفت دادم تایلند در یخچال باکم دو تا آب توشون. آفرین که یه آب معدنی دو تا شکولا. سانستار و هایبای و بیسکی بیت و بسته این ازشید توش چون دستشوی رو بتونه چون بچه ها رو مرزید با خیلی گنده است دستشویش. حالا جی نسبت به اتاقش خیلی گنده است. کسی استفاده نکرده؟ حالا یکی استفاده کرد. هتل سپاه ساخته بعد توالتش فرنگیه؟ خیلی درسته. اسی جالب
براتون کردم. دو تا دوش داره؟ اینا تو شاید اینو نداره چیه تو هتل ها. میدونید؟ اصلا نمیبینم چیه. باید میکشی؟ پرد میکنی بهش بزرده تو چیزی. مثلا این شب اون دقیقت نشده بودم که بخوام بدونم چیه یا نه. برامون مسواک، کیت اصلاح، کیت بهداشتی، گوش پاکن و البته میشه به یه نکته هوشمندانه هم دقت کرد دوستان. هتل که سپاه ساخت، ولی برای سپاهیان نساخته. جاسوسایی که میان، اگه اتاق دستشویی فرنگی نباشه که نمیان تو این هتل. فرنگیه میان. احتمالاً تمام هتل‌ها تو مشهد، هتل دستشوییاشون ایرانیه، فقط این هتل فرنگیه. جاسوسا رو به دام میندازن. شاید حتی رو توالت فرنگیش بشینی یا بکشت تو. علکی نیست، ما مخوفترین سازمان اطلاعاتی. خب بریم ادامه. ویدیو رو هم می‌بینیم. او راستی ویو شاید هم رفتون شد در خدار بودم. میخوره برد خیلی باحال لابیش، ولی نه بچه ها، من دوست دارم لابیش اینجوری گرد تا اون بالاست. همین لابی اصلی. بذار نگاهش ببینم. پشمام پنجره های این اتاق با لابی ربط به لابی ویو داره. لابی اصلی. چه عجیب. پشمام. نگاهش ببینم. خیلی جالب بود. منو آفرین. بچه‌ها اینو زرنگن. تو منو همونطور که دارید می‌بینید هیچ قیمتی زده نشده. همین نوشته شاپیکاپ اینا رو داره. فرق قیمت نداره. شاپیکاپ. سامانه تلویزیون تعاملی آی پی تی وی رادیو ویدیو. راست میگی. وای شبیه زندان ساواکه. اشمون ببین باز ما اون نکته رو درست گفتیم برای جاسوساس. نکن زندان ساواک. سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ما الان هم ساواک داریم. سازمان اطلاعات و امنیت کشور. کی هتل ساخته؟ سپاه. توالتاش چیه؟ فرنگی. برای کیاست؟ جاسوسا. عمیق واقعا، جدی. ولی جالبه. خیلی هم خاطر خفنی بود. من حالا الان چه گفت شبیه زندان ساواک پشمام ریخ، ولی جدی خوشگل بود. حالا این طرحی که من دیدم خوشگل بود. ولی ارزم به حضورتون حسام جاسوس قطعا، تتو هم که داره روی دستش، تایلند هم که بوده سفر قبلی. از آسیا بود. اگه جا گفت میان دیگه. بریم اتاق اونم بهتون نشون بدم. اتاق مادره. اتاق که میام بیرون میرسیم روبرو اتاق مادر. اینجا ارزم به حضورتون که اتاق خانواده‌اش اومدن اینجا. خانم قاجاره. خانم قاجاره را خودتون برسید کجاست قایمش کردن. گفتم تو ویدیو معلوم نمیشه. ولی بهترین هتل مشهد که من اکثرش رفتم، هتل خوبا رو مشهد، بهترین هتلش همین جدیده بود دیگه. چیه دو چیه سه چی بود اسمش؟ الماس بود؟ الماس نبود، چیز دیگه بود. نمیدونم. این جدیده خیلی گنده است، خفنه. تخت و مادر پاستیل داشت میخورد. این اتاقش بذاره شبیه سمونیم پول هتل میدیم. من ماهی سمونیم درآمدمه. داش والا استوریایی که امروز علی بیگ ازم گذاشته صفحه یوتیوبش، من درآمدش رو دیدم. پشمام ریخت در ماه چقدر تو یوتیوب. برای بچه‌ها که بچه‌ها مثل سامو بیگ ازم گفت فکر کنم چیزی باشه. پول خورده واقعا. ویوش به اون ور بهتره. نه اینجا ویو داره. شما اینجا ویو داری. ویوش آنچنان نیست، طبقه سوم، ولی خب بالکن هم داره. یعنی در بالکن باز میشه. خب خوبه. کلا بچه‌ها پول زیاد دادن واسه هتل خفن اشتباهه. شما یه جایی که امن باشه، حداقل امکاناتو داشته باشه که مشکلی نداشته باشه، شما راحت باشی داخلش، اونجا رو بگیری کافیه. حالا میخوای بری استانبول، میخوای بری مشهد، میخوای بری تهران یا هر جایی، بقیه پول تو سفر و خرج خود سفر بکن. یعنی وقتی مثلا شما میری این، حالا میگی شاید چرت و پرت نگو، خود دفتی اتاق خفن، خفن ترین اتاق هم که بری، مثلا همون که مثلا من تو این هتل رفتم، یا مثلا من هتلی که رفتم یوسف هم ویدیوش هست دیگه، مثلا نه کجا بتون توضیح بدم، راحت بتون توضیح بدم چرا میگم نه. من را هم بتونم چه روشی درسته. اگه یه روزی حالا سنتون بیشتر شد خواستید برید، یا الان میتونید برید بودجه شو دارید یا هر چیزی،
منم بهتون میگم چرا چجوری بهتر چجوری بهتر نیست. مثلا این یکی از گرونترین اتاقا بود تو هتل های استانبول. خب هتل خیلی خفنیه، خیلی خفنه هتلش. بعد دورش بالکن داره اینجوری و آن لمریدین، آره هتل لمریدین تو محله اتیلر. بعد مثلا یه همچین بالکنی داره با این ویو و این داستان اینجوری، یه توی محله خیلی خوبه، هتل خفنیه. نمیدونم مثلا من تو استانبول چند روز بودم؟ تو استانبول فکر کنم 2 هفته بودم یا 10 روز. واقعا اندازه یک روز ارزش داشت. یه 24 ساعت، 24 ساعت هم زیادی، 12 ساعت، یه صبحونه نهار شام و بخوابید، یه 24 ساعت داره. واقعا کار مثلا میری تو میگی وای پشمام چه خفن، ایول چه راحته، ایول چه همون دستشویی خفنی، چه ویوی خفنی فلان. خیلی روز اول حال داد. خب دیگه از امروز به بعد دارم پولمو میزنم به کس گاو، دارم علکی جیب اینا رو پر میکنم، دستم میشنم با اون پول کلی برم اشغال کنم. یه روز تو برو یه هتل خیلی خفن، بقیه رو برو یه هتل معمولی و برو هر جا دوست خرج کن. یا مثلا کجا برات تو مثلا هتل خفن بخری؟ فقط به آنتالیا این کارو بکنی. چرا؟ چون آنتالیا اصلا توریستیش به همون هتلته. یعنی تو مثلا تو آنتالیا اصلا جز هتلت جای هیچ جا تقریبا نمیری. سر همینم هم هتلاش انقدر خفنن. و فکر نکن الان چون مثلا هتل تو آنتالیا انقدر خفنه پس قیمتش 10 برابر این هتل امیرعیسا تو استانبوله. نه، اونجا چون کاری غیر از این نمیکنی. یه صبحونه نهارشام هم میدم، هتلش یواله. اوکی، مثلا ما من و مسی آنتالیا رفته بودیم اینجوری بود. اونجا چون کلا تو هتل بیرون بیای کاری نداری بکنی، همه تفریح تو هتله، ساحل و تفریحی آبی داخلش و دیسکوهای داخلش و همه چی اونجاست. اصلا بهترین پارک آبی ترکیه توی که هتلاشون توی آنتالیاست. همه هتلاش پارک آبی اینجوری تقریبا دارن و اینه دیگه. این آنتالیا باید بری هتل خوب، ولی جای دیگه منطقی نیست. توی مشهد مقدس بخوریم، منم توی آرام غذا مزه بخورم. من این کارا دستم برمیاد. ولی اگه خیلی پول دارید بهترین ها رو برید، هر چیزی بهترینش، بهترین هتل رو برید، بهترین ماشین رو سوار شید، هر کاری دوستت بکنید. اومدیم که بریم یک بهترین رستورانی که دیگه تعریف موی هم باشه. ببینم غذا چیه. ماشین رو میگن اتومبیل رو. چه ماشینتون میبره یه شهر دیگه؟ با اون بردن ماشین رو، خوشون با هواپیما رفتن یا با ماشین رفتن سفر یا ماشین رنت کردن. سه تا رستوران اینجا داره. ببینید به ترتیب: پسران کریم خیلی خوبه واقعا، بلبل انبران ترقبه و نمیشناسم موین درباری شاندیز. موین درباری هم که خوب، خیلی خفن. الان بریم اونجا یه خفن ترینه اصلا امکان نداره اونجا. من اگه غذاش بد باشه میگم. بذار بد باشه نمیتونی بگی. میگم اینو خسته کردن آوردم مشهد، گفتم مشهد. من واقعا غذای رش رو دوست داشتم ولی هیچ واسه میگم اون سه تاشون دو تاش که غذاشون مطمئنم خوبه. جا اینجا نمیشه. در بریم شاندیز، یه ساعتی تا اونجا راه داریم. بله بریم شاندیز رو. فقط مشهد حواسم نیست اون رفشش. بله دیگه همین دیگه. بریم که بهتر کنیم. همراه ما باشید. لتس گو. چه استی داری از اینکه مردم اینجوری میبینی؟ ولی واقعا دارم میگم بچه اصلا کاری من بچه ها مردم رو ببینید اصلا. یه چیزی من که خیلی لذت بودم، اول اصلا کثیف یه دونه آشغال تو خیابون نمیبینی، دوانش این که یه دونه دست انداز، یعنی یه دونه چاله نداره. حاله فقط تنها موردی که دارن این که خود مشهدی ها رانندگیشون خوب نیست. یعنی خود شهرشون نه، مثلا اونایی که اینجا زندگی میکنن. یعنی الان اگه دوران دیگه دقت کنی همه تو همن. جروز برگردم بچه‌ها. خب یه نکته من بچه‌ها بهتون بگم. ببین به نظرم اصلا اینکه مشهدی ها رانندگیشون خوب نیست، حالا نمیشه اینجوری گفت. ولی یه دلیل کاملا واضح داره که میگن رانندگی ها تو مشهد یا تو قم افتضاحه. برای مثال اونم اینه که شهرهای شلوغ توریستی هن دیگه، به واسطه مثلا حرم امام رضا و حرم که تو قم هست اینا خب شلوغه و شهرهای که توریستی هن کلا رانندگی هاتشون بده. یعنی مثلا ترکیه هم که ما بودیم استانبول رانندگی ها بد بود، حالا از ایران بهتر بود. بالاخره قوانین درستتر و سخیرانه‌تر و اینجور مسائل کمک میکنه. الان ما که دیگه جلویم دیگه. خب ولی اصلا کار ندارم، اونایی که مشهد زندگی میکنن از اون. حالا اینکه خود مشهد رانندگیشون بده یا نه نمیدونم، ولی به هر حال توی شهرهای توریستی معمولا رانندگی ها بده، چون
هر شهری میشه گفت یه جوری فرهنگی رانندگی خودشو داره. و تو بگن یه عالمه راننده مثلا از شمال اومدن، از تهران اومدن، از قم اومدن، از رفسنجان اومدن، از شیراز اومدن و همه رو تو مشهدن. پلاک‌های مختلف، رانندگی‌های مختلف، ترکیب اینا رانندگی رو از ریتم عادی خارج می‌کنه. چی میگم؟ سر همین مجموع رانندگی بد میشه به این علته. وگرنه دیگه نداره. عقب‌تر از مثلا 5 کیلومتر عقب‌تر یه میدونیه که یه ذره از حرم معلوم میشه، میگم میدون شهدا. خیلی باحاله. هر کی میرسه اونجا خود به خود اتومات اینجوری میشه. آره دیگه. هم که حرم معلومه. من خدا فوت کرده، فارغ از هر اعتقاد و توقعی. من نمیگم مثلا مثلا من نمیخوام مثلا بیام میگم بچه ها امام رضا انرژی داره به شما میده یا هر چیزی، فاقد از هر تفکری به این دلیل که یعنی ساده ترین دلیلش بخوام بهتون بگم، به این دلیل که همه آدمایی که اونجا جمع میشن تو حرم امام رضا وایب مثبتی دارن، انرژی محیط خیلی مثبت و بالاست و این حس خوبی به شما میده. و مثلا من خودم اعتیاد دارم به اون حس خوبه. میدونی چی میگم؟ یعنی شما هر چقدر معتقد نباشی چون انرژی همه مثبته. یعنی اولا که اکثرا اومدن مسافرت، بعد اعتقادات مذهبی و قلبی دارن که اینجا براشون اتفاق رویایی خواهد افتاد، زندگیشون بهتر میشه، دعاشون برآورده میشه و همه اینها. یعنی دارم ساده ترین توصیفش میگم، توصیف غیر مذهبیش، حداقل توصیف برای همه. به این دلیل انرژی بسیار مثبت و بالایی داره و دیگه بماند خود معماری و محیط اونجا و همه اینا، و این خیلی کمک میکنه و این تأثیر داره. بعد اینجا همه مثلا اگه دقت کنید شاید خیلی از خیلی بخشای از اعتقادات مذهبی اصلا خفن باشه و ایراد اینه که اونا که معتقدن اصلا عمل نمیکنن بهش. بعد اینجا مثلا همه اینجوریان که نه دیگه ما رو حتما خدا دیگه اینجا خیلی بیشتر میبینه، اینجا مثلا با آدما بهتر رفتار کنیم، اینجا مثلا درست‌تر تمیزتر باشیم. چی میگم؟ حالا مجموع این پکیج رو کل اون انرژی تاثیر میذاره. حالا ممکنه تو مثلا همه اماکن مذهبی این شکلی باشه ها، ولی خب تعداد مسلمونا و این عظمتی که معماری اینجا داره، ساختش و مدل طراحیش و وجود مردم و اعتقاد قوی که دارن تو اینجا و اینا، همش یه پکیج درست کرده که یه انرژی مثبت عجیب غریب به آدم میده و تأثیر زیادی داره. حتی خیلی ها همونه معتقد نیستن شاید به این داستان، ولی حسی که شخص من گرفته اینه و دارم تجربه شخصیمو میگم. یعنی من خودم شخصا انرژی مثبت گرفتم. حالا شاید چون از بچگی مثلا ما رو بردن اینجا و همیشه مثلا حال خانواده خوب بوده، حال دوروریامون خوب بوده تو این محیط و وایبا مثبت بوده، به همین دلیل روح ضمیر ناخودآگاه تاثیر میذاره، روح تو تاثیر میذاره، روحیت تاثیر میذاره. نتیجهش اینه که من خودم میبینم هم حس خوب میگیرم و جالبه خلاصه. ولی خب مثلا میشستم خیلی هم حالا مشهدن اصلا تا حالا حرم نرفتن، اینم هست. خودم من رفتم مشهد که رفیقاییم که تو رینبو با هم رفیقیمو ببینم، اسمیر، بعد اومد هتل دنبال ما، گفتم میخوام برم حرم بیا بریم. و من تا حالا حرم نیومدم، گفتم لاماست 18 سال تو مشهدی، گفت به خدا حرم نرفتم. با من اولین بار اومد و خیلی آره اینجوری دیدم تو مشهد، خیلی بچه ها. خب آقا رسیدیم، مثلا کل اون اکیپ اصلا نرفته بودن تا حالا حرم، همشون مشهدی بود. رستوران این درباری منو ببرین. خلاصه نمیدونم تا الان تاثیر خودم رو گذاشتم یا نه، ولی امیدوارم توی هیچ رفع فیلتر شه. روز شنبه یک شنبه است و اینا، این که به عنوان عروسه که پریود هستم پریود نیستم استفاده میکنم. موین درباری که دیگه خیلی معروفه دیگه. انتهای مثلا این واسه واقعا رستوران 5 ستاره است. خب ما این درباری، یعنی انتهای مثلا دیگه استاندارد بودن همه چی و این حرفا. واقعا هم غذاش واقعا هم خوبه و برادران کریم هم واقعا خوبه، ولی خب ما این درباری برادران کریم خیلی با کلاس تر بقول ما. برای شهلا سام چقدر کج رو بینه آوردی بالا، چی بود چه قابیه بحبا، چقدر با صفا جدی. پسران کریم، حالا با پسرهای کریم و برادرهای کریم فرق نمی کنه، چه
پسرای کریم هم فامیلشون کریمه دیگه، میشن برادرای کریم. پس در اصل برادرای کریم پسرای کریمن، یه فامیلشون کریم باشه. خب برای ما سوپ آوردن، سوپ قارچ درسته؟ من که از موافقان اصلی خوردن سوپ قبل یک غذای ناب ایرانی هم. بعد معده تو همچین گرم کنی، نای تو نرمش و ورزش بدی، بره پایین راه و باز کنه برای 20 کیلو غذا. بله سوپ قارچ معروف میشه الان. بله بله جون، این همون سوپی بود که تو طالبون باید واسه من درست میکردی. خوشمزه است، نظرت خوبه؟ خیلی خوبه. آخه واقعا وجود موسیقی زنده تو رستوران ایرانی جز عجب واجبات، اصلا هم چه رعایت نمیشه. مثلا تهران فقط رستوران عالی قاپو من دیدم اینجوریه، تو رستوران درست حسابیه موسیقی زنده این مدلی ها، نه که مثلا دکتر برا دکتر مثلا اینا، نه مثلا رستوران عالی قاپو که با مونسم اون سری بردم واقعا وایب خوبی داره، خیلی تأثیر میذاره روحیت. غذای اصلی رو دارم سکشه بمانه. علی فازانی بگو همپیما جامون اینجا. بیچاره علی فازانی همپیما جامون اینجا هم جامون، اینجا هم جامون، همه جا رو جامون. تو با همپیمای بعدی بیاد، الان بیاد کارت اتاق شست منه، میره بشین تو لابی بشه همه بیمون بیچاره بشه درمانگا. آخه من ناراحت شدم. اینه من غذای شبمون. گردن دارم میزنم. آره بخور تازه میفهمید غذا یعنی چی. بیا ببینم، بیار جلو. چه اینجا چی شیشلی که من نمیفهمم چی به چی. یا علی یا علی صفیه برات بجمع آره صفیه. یه هم مخالفه موسیقی تو رستوران هم صداش بلنده، بعد سر درد میره خیلی بد. خب شاید تجربه بدی داشتی، اگه درست و استاندارد اتفاق بیفته اذیت نمیشی. اینکه داغ چیزی که توی تهران بهتون نمیدن. دروغ نگو اینقدر. خوبه. من یکی دیگه از موافقای این موضوع هم که پلو باید تو دیس بیاد، شما بکشی پلو رو نباید کشیده باشن، اینم باز باید رعایت بشه. با بافت بله بله علی فکر کنم برادران کریم خوشمزه تر از ما این درباری تا چیز بذار فکر کنم بذار برادران کریم خوشمزه تر بخون. اینه اون تهران میمونه فرقیس فکر چلوک برگاه اینه تهران واقعا داری دروب. نه خدا بکر این همون مایه هست، یه روشم بخورم. بعد از صدای موسیقی واقعا صدای آب نما و حوز، صدای جریان آب، این هم از نمادهای ماست. بعد رعایت باشه تو رستوران ایرانی جدی. بعد حیاتی که کف اونجا که خیس شده آب دادن به گل و گیاه. بله این ریتمی که یارو داره اون پشت میزنه نقش چیزو داره، فرماز احسانی تو گیتاریستا داره ریتم رو، اینا تو موسیقی سنتی داره. پسران کریم از همه بهتره. آره پسران کریم کلا بهتره. اینم خیلی خفنه خوب، ولی پسران کریم بهتر به نظر منه. خب اینو بزن. اونی که حالا فرهاد معرفی کرده من اصلا نرفتم، تو ترقبه رفتم، اینی که گفت ترقبه رو من نرفتم، یا شاید رفتم اسمش رو ببینم نرفته باشم. چون اگه رفته باشم بچه‌م یادم نمیاد. من ترقبه رو بچه بودم رفتم، خیلی زیادم رفتم ولی بچه بودم همه رو. چیسان یه جوری خوشمزدگی شکی نیست. واقعا باز دروغ، باز دروغ. خوشمزده میشه جون خدای خوشمزده. یه مال علی بر بعد وقت علی که داغ داغ غذا شده. آقا ما بریم اینا رو کارش رو بسازیم و بیاییم. بینم بزرگترین سخت سرپوشیده اینه؟ این پارک آبی سرپوشیده کل جهان واقعا؟ به اینم بری تحت چه داری حتما دلیلی نداشته بسازن. سر همین ما بزرگترینیم یا نه؟ هیچ دلیلی نداره.
مثلا از نظر جهان کار اشتباهیه، ولی ما مثلا به اون دلیل ما اول بگم من هیچ منطقی نداره. باورتون نشه فردا صبح با سامجو میخوام بیام اینجا. اصلا تو جهان میگن چرا باید پارک آبی سرپوشیده باشه؟ خدای پارک آبی مشهد خداست. 99% کسایی که این حرفو میزنن خودتون هم میدونید. آقا من چند تا پارک آبی دنیا رفتید؟ پارک آبی مشهد امامه. خب نه اصلا چه پارک آبی رو رفتید؟ پارک آبی دبی و تایلند و مالزی و اینا رو تو فقط ویدیوهای یوتیوبش رو ببینی سوپر آبت میاد. ویدیو یوتیوبش رو ببینی زنگ بزنید دکتر دارن یوتیوب هتل ندارن. واقعا حرف من رو باور نمیکنید که میگم هتل دکتر نداره. واسه چی باید داشته باشه؟ مگه میشه هتل دکتر؟ واسه دکتر داره. هتل 5 ستاره باید داشته باشه دیگه. به قرآن یک یه رو بهت میخندم، به قرآن مجید جدی بهت میام مادر. حالا دکتر مثلا دکتر متخصص که نه، مثلا یه پرستاری چیزی بخره هست. نه ولی دارو شفا که نزدیک دماغ شبانه ریزیه ده هرم سهده نه تو بوده مستقرم. چه عجیب. از نظر من باید داشته باشه. من هتل بسازم دکتر میذارم توش. خیلی الان خوب شد. کو دکتر؟ دکتر تو هتل واسه چی باشه؟ همه جا به آفرین بهداری بر وجود باید بخواه یه چیزی اونجا باشه دیگه. آقا من میدونم دکتر نه، ولی یه پرستاری یه دانشجو پزشکی بده در اونجا. ای بابا یه کاتای عجیب غریبی داره ویدیو. یهو مثلا میرن هتل دنبال دکتر، یهو تو حرم، یهو برادران کریم. مگه چند نفر توی مدت که اونجا هستن مریض میشن؟ بعد درآمد اون دکتر خیلی کم نمیشه. آقا چه ربطی داره درآمد دکتر برای چی باید کم بشه؟ اینجور مسائل میاد تو بحثای تزریق پول هتل که چجوری مالیات مثلا پرداخت میکنن، چجوری بعد پولی که مردم میگیرن چقدر اضافه بشه به هر نفر که بتونن همچین کاری بکنن. بعد خیلی مسائل مختلفی هست. خیلی خیلی بالتر اومدیم به اسم گلگل انبرو. آمد هرقبه بالا ببینیم. خیلی رستورانش باشه. آره واقعا خیلی واقعا میزه رستوران تهران خیلی جای خفنی واقعا. باری کلا چه نکته قشنگی گفت. گفت دلیل این که بعد کات دکتر رفتن تو حرم بود که دکتر پیدا نکردن علی پازنری بودن تو حرم شفا بگیره. خوب دارم میشاشم. بیایی بر خوشگله اینجا. خانومه با این لباس چی میگه اقل آب نما؟ آقای علمان خدا همین چیزها رو میبینه که جلش اون رو احبا رو بوزو نگیره چکا مگه؟ چه حال میده هاش این حرکت؟ پاتو بکنه تو حوض و تو آب و تو رودخونه. نه باداش هم یه ببینیم. آره بری 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 بابا معرفت بکنیم. بی آی پیشه؟ همه رو میگن من فامیل شریف شما. من بلبل انبر. آقا بلبل انبر عزیز. رستوران بلبل انبر ایشونه؟ ایشون بلبل انبره؟ بلبل انبر فکر کنم اسم رستوران فقط میگم اسم ایشون باشه. این آبه که سم دستش رو کرد توش، حالا منبعش کجاست؟ رودخونه است؟ کوه چیه؟ همین چوبای خود اینجا درکی درمدی تهران خیلی خوش یعنی با اختلاف خوش نیست. آره واقعا هر شما تهرانی کردی تو اند سمسا بری بی خیال. ترکیب مازیار فلاحی و محسن نامجوه بلبل انبر. ببخش آقا بلبل انبر حضرت ببخش. اون دوتا یکی هم میره زانوش خالی کرد. ولی اون حالا گرم نیست اینقدر ماشالله اینجا آب گذاشتن و سرسبز اصلا گرم نیست. آره زله تابستون اومدیم ولی گرم خیلی خونه شه هوا.
آره آجی چه این از اوناست که مهمون یه مهمونی شلوغ بیاد اینجا. سی و دو سال اینجا آسیاب بود. 32 سال اینجا آسیاب آبی بوده که سنگ آسیاب شد جلو هست. واقعا خیلی لذت داره. اگه علی پازانی لطف کنه پشت دوربین چیزی نگه من خوشحال میشم. سم میکروفون نداره این پشت دوربین. پشت دوربین. پشت دوربین اینجوری میکنه. دیوار. سقف. اصالت. فرش. میز چند نفره. جمعیت. خدمت. مثلا هر چی یه کلمه تایید میکنه. آسمان. رستوران. مثلا اون ته سامسا بری. آره علی بازانی داشتم میگفتم. اون ته مثلا یه میز هست. میز. آره چنار. 300 سال درخت چناره. خیلی خوبه که تو. ماموجی چقدر باحال. حاجه الان نکنید. بهش بنده خدا به اینا توضیح میداد. یه رفیقش رو دید. اینا رو یادش رفت. من بابام یه بار همینجوری گفت میرم دم در تو ماشین میشینم تو بیا برسونمت. بعد رفتم پایین دیدم بابام رفته. بعدم فهمیدم عمومو دیده بود. بابام رفته بودن استخر. همینجوری منو ترک کرد تقریبا. ای چطوری اکبر باشو بسید منو استخر بری منوش. با هم دیگه رفتم. هم رفتن دیگه. قشنگ این صحنه تداعیگر اون روز بود. بابا چطوری پرویز؟ بریم. من این منم. ما اینجا چیزی نیستیم. ما تمام محصولات رستوران رو تو باغی دارم من 10 هکتار. گوسفند و گاو و اسب و پرورش ماهی و بابا اینجا همه اینا رو اورجینال خودمون درست همه خودشون برورش میدن. خیلی هم جالب. مرسی برگه. مرسی ممنون برگه. رنگ بودیم شما چون رنگ رو ببین. یکی پارچ دوغ هم برامون رو بردن. دوغ پارچه چقدر کار استاندارد و درستیه. مزه با حالی داره. دوغ چرد چه خوب ذوق میکنن. جو از چیه؟ خیلی خوشمزه. بابا برگی که آج اینجوری کره باشه خیلی چیز خفنی. از اون بعد برگش آب میشد تو دهن. ای بابا اینجا دستورد داره. باشه نظرت بگو. واقعا دلم خواست. چه میخندی؟ عالی. با اینجا پیتزا رست بیف اینجا دارم. میمونه میمونه. خیلی خوشمزه. خیلی خوبه واقعا. ولی واقعا این یه نکست لول بود واقعا. خیلی هم کمه خوشمزه باشه. حتما بیاید شاقا بلبل. آقا بایگول عشقه. خیلی جالب بود. نایس.